سلام، وقتتون بخیر دوستان عزیز. در انتهای این ویدیو میخوام پاسخ بدم به پیام های شما. چند تا پیام خیلی خاص و جالب داشتیم، دوست شما مرورش بکنیم. ولی در بخش اولش یک گزارش برای شما آوردم از یک اندیشکده صهیونیستی. دو سه تا نکته رو میخوام پیرامون گزارش بگم و این نکته هم درباره گزارش. ببینید، ما چند وقت پیش یه نکته رو مطرح کردیم و البته در خصوص سوریه، همین نکته که برای لبنان گفتیم و الان میخوام خدمتتون عرض بکنم، در خصوص سوریه همین رو گفته بودیم و اون نکته این هست که این اتفاقا در سوریه داره میفته، در لبنان داره میفته، در عراق داره میفته، در یمن داره میفته، برای اینکه ایران به چالش کشیده بشه. خب تا یه جایش مخاطب ممکنه ارتباط بگیره، از یه جایی بعد ممکنه بگه آقا مثلا تو دقیقاً چی داری میگی؟ هر کجای دنیا هر اتفاقی میفته برای به چالش کشیدن ایرانه، ما چجوری انتظار داریم اینو باور کنیم؟ یعنی مثلا سوریه رو دوچار بحران کردن که ایران به چالش کشیده بشه؟ چون این ادعایی هست که ما مطرح کردیم، به نقل از اندیشکده ها هم گفتیم، به نقل از رسانه خودش هم گفتیم که میگویند ایالات متحده مقاومت، حالا اونا میگن محور مقاومت یک اژدهاست، اونا میگن سر این اژدها در لبنانه، دوم این اژدها در ایرانه. اگر بخوای این رو زمین بزنی باید ستون فقراتش که سوریه هست رو بزنی. این حرفی هست که اونها مطرح میکنن. حالا من حرفم چیه؟ میگم که بریم از زبون خودشون بررسی بکنیم. اخیراً یک بحرانی در لبنان پیش اومده، بحرانی که حوزه اقتصادی خیلی مردم رو اذیت کرده، کلافه کرده. این اندیشکده صهیونیستی گفته که این بحران و این فضاسازی‌ها اقداماتی هست که اسرائیل داره، ببخشید، عربستان داره انجام میده برای افزایش فشار بر مردم لبنان، تا از طریق افزایش فشار بر مردم لبنان نیروهای حزب الله و نیروهای مقاومت لبنان که یاران ایران هستن رو به چالش بکشه. یه جایی از آقا ما این حرفو میزنیم، شما میگی که مثلا داره همه چیز رو به هم وصل میکنه تا یه خروجی بگیره به نفع جمهوری اسلامی، یه حرفی بزنی که از تو این حرفه، از دل این حرفه مثلا یه چیزی به نفع جمهوری اسلامی در بیاد، به نفع ایران در بیاد، درسته؟ ولی الان خود صهیونیست ها دارن این حرفو میزنن. من گزارش دوستان براتون بخونم، این گزارش یه بار با هم مرور بکنیم، ببینید که چقدر آن چیزهایی که در اطراف ما میگذرد، وابسته است به ایران، یعنی داره انجام میشه برای اینکه ایرانی ها به چالش کشیده بشن. گزارش رو مرکز تحقیقات امنیت قومی اسرائیل نوشته. اندیشکده مرکز تحقیقات قومی اسرائیل، وقتی بررسی می‌کنیم هم اسرائیل و هم آمریکا برای مسائل مختلف اینا اندیشکده دارن. یعنی در حوزه فرهنگی شفته اندیشکده زده، در حوزه اجتماعی زده اندیشکده زده، در حوزه مردم شناسی مردم کشور خودش رو بشناسه، برای کشور منطقه خاورمیانه به اسم کشور اندیشکده زده، برای تک تک اینا داره کار می‌کنه. و من سوالم از دوستان خودم، کسانی که در داخل کشور دارن در حوزه پژوهشی کار میکنن، میدونم اندیشکده‌های راه افتاده، کارهای مؤثری این رفقا دارن انجام میدن، زحمت دارن میکشن. سوالم از این رفقا اینه، آقا من الان فرض بگیرید یه نگرانی برام پیش اومده در خصوص ماجرای مثلا مذهبی محرم و احساس میکنم که سال آینده توی عاشورا قراره یه اتفاقی بیفته، نه در حوزه بحران آفرینیا، در حوزه ایجاد تغییر در سبک مثلا رفتار مذهبی های ما، مثال دارم میگم. الان اندیشکده تخصصی ما در ایران کجاست که من اینو بهش ارائه بدم؟ اگر اندیشکده تخصصی داریم به این نام و اصلا در خصوص بحث عاشورا و در خصوص بحث محرم و خصوص بحث مذهب، مثلا یه بخش مهمی در جامعه ما دیگه، و ما میخوایم یک گزارشی رو ارائه بدیم، میگم آقا یه اتفاق ترسناک میتونه در حوزه مذهب بیفته، هزینه داره بر مردم ایران، شما بیا اینو بررسیش کن. اون اندیشکده تخصصی کجاست؟ اون اندیشکده تخصصی آیا جای بالادستی هست، تصمیم سازی هست که به گزارشش اعتنا بکنه؟ مثلا من مذهب و مثال زدم دیگه، حوزه علمیه با اینها در ارتباط، حرفایی که اینها میزنن اونجا اثرگذار هست، اونا بهش اعتنا میکنن یا نه؟ من فکر میکنم که ما در این حوزه ها رفقایی که کار پژوهشی میکنن، اونایی که ایران کار تحقیقاتی میکنن، اونایی که رفتن به سمت اینکه فکر بکنن اندیشکده، اونا باید راهکار برای این داستان داشته باشن. ببین چقدر تخصصی، مرکز تحقیقات امنیت قومی اسرائیل گفته که مثلا اقوام اسرائیل امنیتی دارن، این مرکزه باید گزارش هایی رو بنویسه که برگرده به اون مسئله، بعد حالا میره مثلا توی نهادهای اطلاعاتی امنیتیشون احتمالا اونجا به اینها هم اعتنا میشه. بریم گزارش رو بخونیم. گفته که این مرکز یک گزارش نوشته، در این گزارش پرداخته به بحران کنونی لبنان و گفته که بحران کنونی که توسط عربستان سعودی آغاز شد و سپس کویت و امارات به آن ملحق شدند، خبر بسیار خطرناکی برای لبنان که در حال فروپاشی است میباشد. فهمیدین چی شد؟ میگه آقا لبنان یک کشوریه که در آستانه فروپاشی قرار گرفته در حوزه اقتصادی و در حوزه‌های دیگه، و این احتمال براش وجود داره. حالا عربستان و بحرین و کویت و امارات اومدن یک فضایی رو علیه این شروع کردن. این داستان از کجا شروع شده؟ العربیه، ببخشید، الجزیره قطر
چند ماه پیش یک مصاحبه میره با یک چهره لبنانی. این چهره لبنانی در اون مصاحبه میاد اعلام میکنه که آقا این کاری که سعودی ها انجام دادن و حمله ای که به کشور عربی یمن کردن یک خیانته، یک ظلم بزرگه و یمنی ها حق دارن از خودشون دفاع کنن. این مصاحبه رو الجزیره نگه میداره، صبر میکنه، چند ماه منتشرش نمیکنه تا این چهره در داخل کشور لبنان به یک مسئولیتی میرسه. وقتی که ایشون مسئول شد مثل یه پاس گل الجزیره منتشرش میکنه، قطری ها پخشش میکنن، به اصطلاح خودمون و اون کسانی که مافیا بازن عربستانی ها و کویتی ها و اماراتی ها و اینا میان پشت دست عربستان بازی میکنن و شروع میکنن یک حمله بسیار سنگینی به لبنانی ها. حالا این فضا داره به این سمت میره که آقا تحریمش بکنیم، صادرات به کشورش انجام ندیم، واردات از کشورش نداشته باشیم، فشار رو بر لبنانی ها زیاد بکنیم. ببین اینجا یک نکته میگه خیلی جالب، میگه که تداوم بحران کرونی علیه لبنان این کشور را به آغوش حزب الله و جمهوری اسلامی ایران سوق خواهد داد. این اندیشکده صهیونیستی اومده هشدار داده در این خصوص، گفته که اگه همینجوری اینا بخوان فشار بیارن که لبنان رو به چالش بکشن، حالا انگیزشون از فشار چیه توضیح خواهم داد. میگه ولی اگه بخوان همینجوری برن جلو، این کارهایی که دارن انجام میدن به مردم لبنان این انگیزه رو میده که اینا برن در کنار حزب الله لبنان و در کنار ایران بایستن. و این تحولات اساسا با منافع اسرائیل و کشورهای غربی در تضاد است. میگه این کاری که عربستان سعودی یکی بره به عربستان میگه او جون تو داری یه کارایی میکنی به اسم تقابل با لبنانی ها و فشار بر حزب الله، فهمیدی که باید فشار بیاره بر حزب الله، اینو درست فهمیدی؟ باشه، باری که الان ما هم قبولت داریم، ولی به اسم فشار بر این داری یه کارایی میکنی که این به ضرر ما و غربی هاست و داره پاس گل میده به ایرانی ها و حزب الله. چجوری پاس گل میده توضیح خواهم داد. بریم ادامه گزارش بخونیم. گفته که این اقدامات داره انجام میشه از سوی عربستان سعودی به خاطر اینکه عربستان موفق نشده از طریق اردوگاه اهل سنت در لبنان سلطه خودش بر این کشور جلو ببره. فهمیدین چی شد؟ ببین گزارش رژیم صهیونیستی داره در خصوص شیعه و سنی صحبت میکنه. من این نکته رو گفتم به رفقای خودم و باز تاکید میکنم، اگر در بین دوستان من و رفقای براندازم و رفقای ضد دینم کسی هست که حرف من رو میشنوه و به کشورش ارادت داره، وطن خودش رو دوست داره، من خطاب به این دوست عزیز میگم، دوست عزیز اگر اعتقادی به این اسلام هم نداری، این اسلام حامی وحدت رو ازش دفاع کن. عجب حرف عجیب غریبی دارم میزنم. مثلا حساب کن دارم میگم که تو اگر به اعتقادات مسلمان ها فحش میدی هم بیا از این اسلام حامی وحدت دفاع کن، از این اسلامی که مثلا شیعه رو سنی رفیق میکنه دفاع کن، چون این اگر آسیب ببینه، این اگر آسیب ببینه کل منطقه خاورمیانه آسیب ببینه، همه منفعت اینها در این دو قطبی شیعه و سنیه. ببین الان داره میگه عربستانی ها رفتن، من اینا رو نمیدونستم اون جزئیات، میگه عربستانی ها رفتن سرمایه‌گذاری کردن روی اهل سنت یا اردوگاه اهل سنت در لبنان به وجود بیارن، از طریق اون با ایران و مقاومت لبنان و هر کسی که علیه رژیم صهیونیستیه مقابله بکنن، کاری که اسرائیل که نمیتونه این کارو انجام بده، عربستان به نیابت از اون اومده انجام داده. تو این گزارش داره میگه، میگه از طریق این نتونسته کارو پیش ببره، حالا داره فشار اقتصادی میاره، از طریق این فشار اقتصادی مردم لبنان رو در مقابل مقاومت و ایران قرار بده، بعد میگه ولی خروجی رفته که انجام میده به نفع این دو تا داره تموم میشه. این دقیقاً همون چیزی که من توی گزارشی که حدوداً دو هفته پیش به شما ارائه دادم بهش اشاره کردم، گفتم این رسما داره به اون پاس گل میده، این احمق داره به اون پاس گل میده، سعودی ها دارن به اون پاس گل میدن، آمریکایی ها فهمیدن، اسرائیلی ها فهمیدن، تو گزارشش میگه اینا خودشون هنوز نفهمیدن. بریم ادامهش رو بخونیم. گفته که این خیلی جالبه، میگه این فشارهای اقتصادی عربستان سعودی و کشورهای عربی بر لبنان آخرین سلاح آنها برای زدن اقتصاد لبنان است. ببین ما سلاحو فقط موشک و تجهیزات این شکلی نبینیم، اینا اقتصادم سلاح میبینن، از سلاح اقتصاد داره استفاده میکنه برای زدن مقاومت لبنان تا به ایران فشار بیاره. این یه پیامی که ما داریم از این میگیم. یه پیام دیگه هم اینه که آقای مسئول در ایران، اگر شما میخوای قدرتمندترین سلاح رو در مقابله با آمریکایی ها بسازی، دمت گرم که موشک میسازی ما خوشحال میشیم، دمت گرم که روی تجهیزات نظامی کار میکنی ما خوشحال، ولی اون سلاح قدرتمنده که میتونه اینها رو بهشون ضربه بزنه اون اقتصاده. بریم ادامه شروع کنیم. گفته که این فشار بر اقتصاد لبنان انجام میشود با هدف تضعیف حزب الله اما بدون آسیب رساندن به کشور لبنان. ببین این خودش هم نکته داره، میگه که سعودی ها دارن ضربه میزنن به حزب الله به شیوهی که مردم لبنان آسیب نبینن. بذار یه بار دیگه من بخونم متن. گفته که با توجه به موارد فوق کشورهای غربی به علاوه اسرائیل میبایست، ببخشید من اشتباه گفتم، میگه که نمیگه این کارو انجام بدن، میگه باید انجام بدن، میگه کشورهای غربی یعنی از کشور عربی، از حکام عرب اینا ناامیدن، میگه اینا اصلا دارن شوت بازی میکنن، میگه کشورهای غربی و اسرائیل باید برای حل بحران کنونی با هدف تضعیف حزب الله بدون آسیب رساندن به کشور لبنان وارد عمل بشه.
چجوری؟ یعنی اصلا چرا من به لبنان به شیوه ای ضربه بزنم که حزب الله بخوره مردم نخورن، همشون بخورن که بهتره که ضربه بخوره همشون؟ نه، میگه که اگر همشون ضربه بخورن مردم در کنار حزب الله قرار میگیرن. من باید حزب الله رو به شیوه ای بزنم که مردم در کنارش نباشن، مردم اینکه ما چه زندگیمون رو کنیم، مشکلات تو هم که ما ربطی نداره، بعد مشکلات تو هم داره برای ما هزینه ساز میشه، بسات خودت جمع کن. خیلی هوشمندانه است اون چیزی که نوشته، خیلی هوشمندانه است. بعد در نهایت این جمله خیلی جالبه، گفته که اینها انجام شده به خاطر احسان نظرهایی که مقامات لبنانی انجام دادن، خصوصی یمن، گفتن که حمله‌ای که به یمن کردید تمامش کنید. اینا عربن، ما هم عربیم، عربستان هم که یک کشور عربی دیگه، چرا دارید حمله میکنید به اعراب؟ هدف قرار نبودیم باشه. من این ویدیو رو همینجا متوقف میکنم، دوست داشتم این گزارش رو بخونم، ببین اون چیزهایی که در عربستان رخ میده در یمن، اون چیزهایی که در لبنان رخ میده، اون چیزهایی که در سوریه و عراق رخ میده، همشون برای این هست که ایرانی ها در این منطقه به چالش کشیده بشن. و این اعترافی هست که خود اینها بارها و بارها در اندیشکده هاشون و گزارششون داشتن. من دوست داشتم به بهانه این گزارش یک بار دیگه این اعتراف رو برجسته بکنم. بریم گزارش رو، بریم چند تا از پیام های شما رو بخونیم. گفته که یکی از دوستان گفته که آقای تحلیلگر هی نمیخواد بعد از سرفه عذرخواهی بکنی، به خاطر اینکه طبیعی هست، ما میدونیم که شما کرونا داشتی و ممنون از تحلیل خودتون. بسیار ممنونم. آره، این کرونا اصلا یه وضعیتی برای ما درست کرد که ما همچنان این سرفه رو داریم، همچنان سرفه رو داریم. فکر میکنم بهتر شدم، ولی امیدوارم که بهترم بشیم. بریم جلوتر. یکی دیگه از دوستان گفته که وقتی تهران مقدم میگه زمین سازی برای ظهور، یعنی از نگاه خودش میخواد ایران آنچنان قوی بشه که اگر روزی امام زمان ظهور کرد کسی جرئت نکنه بهش آسیب بزنه و این شرایط فقط با رسیدن به بازندگی هسته‌ای و بمب اتم به دست میاد. در خصوص اون گزارشی که درباره تهران مقدم ارائه دادم اینو گفته. یه نکته خیلی مهم بگم، ببین یه پیام توی حرف ایشون هست، این فکر کنم از رفقای مذهبی ما هست، فکر میکنم از رفقای مذهبی از پیامشون میکنم، داره به بس آخر زمان اینو اشاره میکنه. و چیزی که میخوام بگم اینه، دوستان غیر مذهبی دقت بکنید، ببین این اندیشکده، میگم اندیشکده، این اندیشه مذهبی هر چقدر بین رفقای مذهبی شما به شیوه درست تبیین بشه و در جامعه شما به شیوه درست ترویج بشه، با اندیشه آخر زمانی خودش به قدرتمندتر شدن کشور شما داره منجر میشه. دقیقا تیمشی شد، اون میگه که من اصلا میخوام امام زمانم بیاد، ولی ایران هم باید قدرتمند کنم تا اون بیاد. اون اندیشه هر چقدر بیشتر تقویت بشه، خروجی که ما داریم میبینیم قدرتمندتر شدن ایرانه. یکی از دوستان نوشه که خسته نباشید جناب تقیه، برنامه های قشنگی تو الان داره در کانال ها و گروه ها دست به دست میشه و مردم لذت میبرن و افتخار غرور میکنن. زنده باشی ایشالله. مخلصم، ممنون. به لطف رفقای مثل شما هست و رفقایی که این مطالب رو دست به دست میکنن و بسیار از این بابت ممنونم. یک دوست عزیزی، آقای احمدی، از رفقایی که نگاهش به مطالب منتقدانه است، یک پیام نوشته. من این پیام خیلی دوست داشتم چون کمک میکنه که ما یه مقدار فکر بکنیم. گفته که این موشک رو خود تهران مقدم داره میگه برای اسلام ساخته، بعد اینو برای اسلام ساخته نه برای قدرت ایران. من ممنونم از پیامی که شما فرستادی. دو تا نکته میخوام بهت بگم. نکته اول، پیام شما رو میخوام به پیوست پیام قبلی دوباره یادآوری بکنم. آره، حتی اگه در نظر بگیری که برای اسلام ساخته، حتی اگه اینم در نظر بگیری که برای اسلام خودش که یه امام زمانی داره اینو ساخته، باز داره کمک میکنه به تقویت کشور تو. اما اینو بذاریم کنار، برای ایران ساخته اینو یا برای اسلام؟ سوال مهمیه دیگه. برای اسلام ساخته یا برای ایران این موشک رو؟ وقتی که دقیق‌تر بررسی می‌کنیم می‌بینیم که این دو تا ظاهرا هم همپوشانی پیدا کردن. یعنی این هر کجایی که میگه اسلام و داره تلاش می‌کنه در جهت کمک به اسلام، به ایران داره پاس گل میده، هر کجایی هم که در همین کشور ارتش و سپاهش اقدامی انجام میده برای خدمت به ایران، باز داره به اسلام پاس گل میده. چجوری ظاهرا اینا با هم دیگه یه همپوشانی پیدا کردن؟ اینو گوشه ذهنتون داشته باشید. من یه نکته دیگه می‌خوام خدمت دوستان عرض کنم و اون نکته این هست که این موشک بالاخره برای کدوم ساخته شده؟ تعارف نداریم، با هم بدون تعارف صحبت کنیم. موشکی هست که برای مردم ایران ساخته شده که امنیتشون رو حفظ بکنه. بله خب درست شده دیگه، ساخته برای ایران. پس ارتباطش با اسلام چیه؟ پس اینا چرا انقدر اسلام میکنن؟ پس چرا کشورهای دشمن ما، اون کسانی که دشمن ما هستن، وقتی نگاه میکنن که میگن این برای ایران ساخته شده، اصلا اسلامی که ایران داره میگه دروغه، یه کاوره و اینا دارن برای ایران میسازن. پس اینی که موشکش برای ایران ساخته چرا انقدر اسلام میکنه؟ بله من برای ایران ساختم که این ایران حفظ بشه. این ایرانی که حفظ شد یه سری یار داره که اونها بتونن در منطقه ایرانه رو کمک بکنن، ما حفظش بکنیم که اهداف ما و همون یارا پیش بره. حالا من اگر بخوام امنیت اونها رو حفظ بکنم، باید این موشکه رو داشته باشم. اونا چی ان؟ اونا در کشور مسلمانن. پس من اینو هم برای ایران ساختم هم برای اسلام. امیدوارم که این موضوع در ظاهر ساده اما سوال مهم رو راحت توضیح
داده باشم. بقیه پیام ها رو خوندم. دوست عزیزم محمد مهدی گفته که جمهوری اسلامی ایران دل مظلومین جهان رو شاد کرد، الله اکبر، لبک یا رسول الله، لبک یا حسین مظلوم، خدا قوت از پاکستان. بسیار ممنونم الهی که بچه‌تون همیشه بالا باشه. دم بچه پاکستانی گرم، اون رفقایی که مطالب ما رو می‌بینن. و یکی دیگه از دوستان گفته که خیلی خوب، ایشون گفته که اصلا گور پدر آمریکا، اما آمریکا رو دست کم نگیریم با این اقداماتی که داریم انجام میدیم، باید حواسمون به آمریکا باشه. کاملا درسته، آفرین آفرین. همچین نگاهی رو ما در نیروهای مسلحمون نیاز داریم که این نگاه کمک میکنه که تو در امروز نمونی، کمک میکنه که تو مدام خودت رو پیشرفته تر بکنی، بری جلوتر و دچار غفلت نشی. اگر اجازه بدید من این ویدیو رو همینجا متوقف میکنم. اگر نکته داشتین برای ما بفرستین. وقتتون بخیر.